سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدید. من تو این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا بتونی فیلماتو خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. امروز میخوام بهتون این افکتی که الان دارین میبینین و که خیلی معروف شده به اسم گریچ و بهتون یاد بدم چجوری تو نرم افزار پریمیر بدون نصب هیچ پلاگینی درست کنید. پس اگه دوست داری با نرم افزار پریمیر به صورت حرفه‌ای کار کنی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگه از این سبک ویدیوهای من خوشت میاد، حتما کانال من رو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای با کیفیت‌تری برات تولید کنم. خب همونجور که میدونید دوره آموزشی 0 تا 100 پریمیرمون تموم شد و از امروز به صورت خیلی کاربردی‌تری با نرم افزار پریمیر کار می‌کنیم. امروز هم میریم سراغ یکی از افکت‌های خیلی معروف و مطرح این روزا به اسم گریچ که حتما اونو توی موزیک ویدیوهای معروف دیدی و می‌خوایم روی این ویدیویی که الان برات می‌ذارم اونو اعمال کنیم. خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کارو با هم دیگه بزنیم. خب اول ویدیویی که میخواییم روش افکت رو اعمال کنیم به پروژمون اضافه میکنیم و با یه درگ ساده اونو توی تایملاینمون میندازیم و یه سکانسی براش ایجاد میکنیم. بعدش میریم سراغ ابزار کاتمون یا کلید میانبر سی رو از روی کیبورد میزنیم و هر جای ویدیومون که مورد نظرمون بود میخواستیم اون افکت رو اعمال کنیم به صورت رندوم چند تا کات میزنیم. و بعدش میریم سراغ ابزار سلکشن تولز یا کلید ویو از روی کیبورد میزنیم و به صورت رندوم چند تا از اون کاتامون رو پاک میکنیم و با نگه داشتن کلید آلت روی اون قسمت های دیگه یه کپی از اونا توی لایه دوممون میتونیم ایجاد کنیم. من این دوتا رو میگیرم و با نگه داشتن کلید آلت یه کپی از اونا با یه درگ ساده به سمت بالا ایجاد میکنه. حالا اولین فریمی که کات کردیم و روش انتخاب میکنیم و نشانگر تایملاینمون رو میاریم ابتدایمون قرار میدیم. اولین کاری که میکنیم اوپاسیتیشو یه ذره کم میکنیم، مثلا روی 50 تا 60 خوبه و یکم پوزیشنشو تغییر میدیم، میاریم مثلا سمت راست. البته این حالا سلیقه‌ای هست و خودتون میتونین موارد مختلفی روش اعمال کنین. و پنجره لومتری کالر رو از این منوی ویندوز باز میکنیم، من اینو یه مقداری کوچیک‌ترش میکنم. ما میتونیم با سلیقه خودمون این اسکرول ها رو یه ذره تغییر بدیم تا رنگ این ویدیومون تغییر کنه. من مثلا تمپریچر رو تینت رو یه مقداری زیاد میکنم. رنگ تصویرمون هم اونطور که میبینین عوض شد. و حالا میتونیم موارد دیگه هم اینجا تغییر بدین. این قسمت هم کوچیک‌تر میکنم. و میریم سراغ کات دومی که زده بودیم و روش کلیک میکنیم و نشانگر رو میاریم ابتداش قرار میدیم و مجدد اوپاسیتی رو یه مقداری من کم میکنم و این دفعه مثلا پوزیشن رو به سمت چپ میارم و رنگش رو این دفعه یه مقداری تغییر میدم، مثلا تینت رو میارم عقب تا یه رنگ دیگه ای بگیره و خیلی سریع روی قسمت سوم هم این کارا رو انجام میدم. اوپاسیتی رو کم میکنم، مثلا میارم روی 36، پوزیشنش رو یه مقداری تغییر میدم و یه مقداری هم زومش رو زیادتر میکنم. من میتونیم مجدد از پنجره لومتری کالور اون اسکلورا رو تغییر بدیم و رنگ این ویدیومون رو عوض کنیم. اگه یاد باشه تو ویدیو قبلی هم که مربوط به درست کردن رنگ و نور بود، اگر ندیدی اون ویدیو رو، من الان لینکش رو بالای تصویر میذارم، میتونی حتما اون ویدیو رو هم ببینی. گفتیم که برای اینکه رنگامون جذاب‌تر بشیم میتونیم بریم توی این قسمت افکتمون و یه سری افکت های آماده رو از این لومتری پریست روی ویدیومون اعمال کنیم. حالا اینجا این افکتی که من میگم و اگه سرچ کنین افکت آریتمتیک و اونو روی ویدیومون با یه درگ بندازیم، حالا من روی هر ستاش میندازم تا قسمت های مختلفش رو با هم دیگه بررسی کنیم. همونجور که میبینید توی پنجره افکت کنترلمون یه افکتی اضافه کرد به اسم آریتمتیک و اینو میتونیم تغییرات رو روش اینجا اعمال کنیم. من روی این ویدیو سوممون کلیک میکنم، همونجور که میبینید اینجا یه افکتی به اسم آریتمتیک برامون ایجاد کرد. اولین کاری که میکنیم اپراتور رو روی مکس قرار میدیم و اینجا سه تا چنل اصلی رنگ رو برامون میذاره، رد و گرین و بلو یا همون قرمز و سبز و آبی. من اینا رو زیاد میکنم
و از قسمت بلند مود نورمال رو تغییر میدیم به لینیر دو. و روی دوتا ویدیوی دیگه همون هم این کارا رو انجام میدیم. روی مکس قرار میدم من اینو و این دفعه مثلا فقط گرینش رو زیاد میکنم و بلند مودش هم تغییر میدم. و روی ویدیوی اولمونم میرم اینجا روی مکس قرار میدم و بلوش رو زیاد میکنم و بلند مودم تغییر میدم. بریم ببینیم ویدیو اون به چه صورتی در اومد. من ویدیو رو پلی میکنم. همونطور که دیدین افکت به زیبایی روی ویدیومون اعمال شد و حالا شما میتونید تعداد کاتاتون هم زیادتر کنین و بر حسب سلیقه‌ای که دارین رنگاش هم تغییر بدین. من میتونیم یکی از افکت‌های صدایی که توی کانال تلگراممون هم براتون میذارم و روی این ویدیومون بذارین تا یه حالت جذابتری به کارمون بده. البته اینجا میتونین کاتاتون هم بر اساس این ویفرم صدا تنظیم کنین. حالا بریم کارمون رو ببینیم به چه صورتی در میاد. خیلی جذابتر و بهتر شد. یه بار دیگه اگه من پلی کنم به همین راحتی افکت گلیچ رو میتونین روی ویدیوتون بدون هیچ پلاگینی درست کنین. شما هم میتونین از پنل لومتری کالر همونجوری که گفتم مثلا هایلایت و اکسپوژر و کانتراست و اینا هم تغییر بدین، یا اینکه میتونیم از پنل افکس این افکت آریتماتیکی که بهتون گفتم و اینجا مشاهده میکنین و روی ویدیوهاتون بندازین و از پنل افکت کنترولز اونو مدیریت کنین. فقط این دوتا موردی هم که گفتم حتما اعمال کنین. اینجا اپراتور رو روی مکس بذارین و بلند مود رو روی لینیر دارج. حالا من خیلی سریع میتونم اینجا یه ذره کاتامونم بیشتر کنم برای اینکه کیفیت کارمون بهتر بشه. اینجا هم دوتا کات میذارم و این قسمت و این قسمت با ابزار سلکشن تولز اینا رو میارم بالا. این قسمت هم میتونم یه کپی بگیرم و از این قسمت هم یه کپی میگیرم. این افکت آریتماتیک رو اینجا میندازم، میرم اول ویدیومون، اپراتور رو روی مکس میذارم، اینجا مثلا گرینمون رو زیاد میکنم و لند مودمونم روی لینیر داج میذارم و این دوتا بخشم من خیلی سریع درست کنم. این افکت رو با یه درگ میندازم توش، مکس بلومون رو اندفعه زیاد میکنم و این قسمت هم درست میکنم. و اگه روی این ویدیو سوممونم برم و افکتمون رو روش اعمال کنم میتونیم یه کار خیلی بهتری از اینجا در بیاریم. من این قسمت رو هم دیلیت میکنم. بریم یه بار دیگه ویدیومون رو از اول ببینیم به چه صورتی در میاد. و به همین راحتی تونستیم یه افکت زیبا رو روی ویدیومون اعمال کنیم. خب همونجوری که دیدی به چه راحتی و سرعتی تونستیم افکت گلیچ رو روی ویدیومون اعمال کنیم. اگه دوره 0 تا 100 پریمیرمون هم ندیدی، من لینکش رو این بالا قرار میدم و حتما میتونید بریم اون ویدیوها رو هم ببینید، چون از امروز دیگه به صورت خیلی کاربردی تری با نرم افزار پریمیر کار میکنیم. من لینک افکت های صوتی گلیچ هم حتما توی کانال تلگراممون میذارم و لینکش رو توی دیسکریپشن و این پایین برات مینویسم و حتما عضو کانال تلگرام منم بشو. کانال یوتیوب منم حتما سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش بعدی من عقب نیفتی. این ویدیو آموزشی رو دیگه طولانیش نمی کنم تا ویدیو آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.